دو تا فیلتر به موشن اضافه شده که یکیش دیستورشن پولار هست و اون یکی استایلایز بد فیلم. ما قبلا بد تیوی رو داشتیم، حالا اینجا بد فیلم هم اضافه شده. اما اجازه بدید از پولار شروع بکنیم. پولار تصویر شما رو قطبی میکنه یا پولاری میکنه، حالا نمیدونم چقدر ترجمهش به فارسی درست باشه، ولی انگار مثلا از بالای قطب شما دارید به این تصویر نگاه میکنید یا به کره زمین نگاه میکنید. یه مرکزیت داره که شما میتونید اون رو تعیین بکنید که کجا باشه و کنترل خاص دیگه ای نداره. فقط یه پولار تو رکتنگل هم داره که مربعی این کار رو انجام میده، یعنی به صورت مربعی این تصویر رو پولاریزه میکنه. اگر من فکر کنم اینجا بذارم این محورش رو بهتر مشخص بشه. خب اون فیلتری که خود من احساس میکنم کارهای خیلی بیشتری داره و بیشتر میشه باهاش کار کرد، این بد فیلم هست. بد فیلم این زمانی که شما یک فیلم آپاراتی قدیمی رو بخواید ببینید و یا یه تصویر رو به اون شکل تبدیل بکنید. اگه ما الان اینجا با هم ببینیم، همطور که شما میبینید این نخی که رد میشه که میشه مثلا با زیاد کردن اسکرچ و هیر و داست یه خورده بیشتر واضحش کرد. اما تنظیماتی که داره خیلی فراوونه، همونطور که شما اینجا میبینید. من خیلی تیتروار میگم و از روشون رد میشم، از اونجایی که خب خودتون فکر کنم بتونید راحت مکاشفه بکنیدش. در واقع فوکوس اون میزان تار شدگیشه که چند بار چقدر تار باشه و هی تار بشه و واضح بشه. برایتنس میزان نورش، اگه دیده باشید تو تصاویر قدیمی بعضی وقتا نور خیلی زیاد میشه توی بعضی از فریم ها به دلیل اینکه ممکنه یه جایی سوخته باشه. سچوریشن غلظت شما همونطور که می‌بینید 50% کم شده و وریشن یا همون وریشن خود چی میشه به فارسی ترجمه کرد، تفاوت‌های عددی اون نمیدونم مثلا حداقل حداکثریش از مثلا اینجا 0 تا 5 شما میتونید بکنیدش 0 تا 10. وریشن توی همه اونها همین کار رو انجام میده توی اینهایی که وریشن دارن. ببخشید اگه توضیح من خیلی ضعیف بود، ولی خب فکر کنم یه همچین شکلی بشه ترجمهش کرد. جیتر بی‌نظمیه که توی تصویر و جابجایی تصویر به وجود میاد و گرین هم که مشخص از اسمش گرین توی تصویرتون اضافه میکنه. یه عنوان دیگه ما اینجا داریم که فریکوینسی آف، اگر یه خورده بزرگتر من بکنم این رو راحت تر دیده میشه، فریکوینسی آف چینج یا همون تغییرات کلی تصویر که چند بار اینها تکرار بشن توی یک ثانیه که الان روی 3 هست. شما با این عددا میتونید خودتون به اون میزان دلخواهی که خودتون میخواید تصویرتون داغون بشه و بد فیلم بشه تبدیلش بکنید به یک همچین چیزی. من اینجا به طور مثال تصویری که ایجاد کردم یه همچین شکلی شده. فقط تنها نکته که در مورد این فیلتر هست اینی که نیاز به رندر داره و البته تصویر ما الان 2K، ولی در هر صورت یکی از اون فیلترهایی که رندرش تا حدودی طولانیه و به رم پریویو قاعدتا نیاز داره. شما باید کامند آر رو بزنید و رم پریویو اون رو ببینید اگر دوست دارید که ریل تایم باشه تصویرتون، هرچند که خیلی طول نمی کشه با توجه به اینکه سیستمی که ما الان روش داریم کار میکنیم یه سی پیو کورت دو دوال 2.8 داره، زمان خوبی داره رندرش و خیلی هم طولانی نیست. شما همونطور که میبینید تغییرات ما یه همچین تأثیری توی تصویر میگذارند.